یکی از مواردی نسخ خطی که در این مجموعه به نمایش گذاشته شد، در کنار این نسخ خطی دیگه ای که به هر حال میدونید که ما چند تا از کتاب های ما در ایران نسخ خطی خیلی بی‌نظیری هستن که ثبت یونسکو شدن، اما نسخ خطی فارسی فقط در ایران نیست بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا هست و حتی رد پای این تا ژاپن هم اومده. در هند و شبه قاره که به فراوانی یعنی بیشمار عدد اون از میلیون ها بیشتره. این که میبینید این یک دست خط فارسی است که از 120 سال قبل مونده و به دلیل این که در واقع خیلی نسخه قدیمی بود و حروف نقطه ها و اعراب نداشت خیلی متوجه نمی شدن تا اخیراً. داستان این شعر این هست که حدود 120 سال قبل یک راهب ژاپنی که رفته بود در مدارس دینی چین درس حوزوی بودایی یاد بگیره، در مسیر برگشت در بندر زیتون به یک عده از ایرانی ها یا خارجی ها می خوره و به اونا میگه برای من یه دستخطی بنویسید و اونا این دستخط رو یک نفر برای ایشون مینویسه و ایشون فکر میکنه یک دعای بودایی است و با خودش نگه میداره، میاره به ژاپن و همراه با کتابهاش میمونه و میاد که اینو به استاد خودش، استاد معروفش که در اون زمان در واقع بزرگ بودایی های ژاپن بوده، هدیه بده. خوشبختانه این تا الان مونده و بعد حدود نزدیک به 100 سال پیش متوجه شدن که این یک شعر فارسیه و هر کدوم از این بیت ها خودش یک داستان بسیار شیرین و مفصلی داره، چون شعر اولی رو متوجه شدن که متعلق به کتاب ویس و رامین هست و شعر دومی رو معلوم شد که به شاهنامه مربوط هست و در واقع شعر خداحافظ شعری است که مربوط به بخش رستم و اسفندیار هست و شعر رباعی در سوم معلوم شد که این رباعی از کتاب بسیار معروف جامعات و تواریخ هست که خود جامعات و تواریخ یکی از مشهورترین کتاب هاست و در دنیا معتبر از نظر تاریخی و خود این داستان شعرم، این شعر یکی از معروفترین شعرهای قدیم ایران بوده که موقع خداحافظی این رو میخوندن و این شعر موقعی که ایرج میخواسته از فریدون پدرش خداحافظی کنه و بره به توران این شعر رو خونده.